سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از محکومیت آزاده سمدی و حکمهای عجیب و غریبی که براش صادر شده با ما همراه باشید لطفا عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. حکم نامعمول و غریب یک قاضی برای یک بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل حضور با پوشش اختیاری توی یه مراسم عمومی علاوه بر دو سال محرومیت از کار و ممنوعیت از استفاده از فضای مجازی حکمی بسیار عجیب و غریبه. از زمان آغاز جنبش زن زندگی آزادی یا خیزش انقلابی مهسا چهره های مطرحی توی سینمای ایران اقدام به انتشار تصاویر بدون هجاب خودشون کردند و به این شکل از زنان و دختران هموطنشون حمایت کردند. بازیگرانی که روز به روز تعدادشون بیشتر میشد بازیگرانی مثل کتایون ریاهی ترانه علی دوستی هنگامه قاضیانی سهیلا گلستانی دنیا مدنی افسانه بایگان مریم بوبانی فاطمه معتمداریا شبنم فرشادجو و تعداد زیادی از بازیگران دیگه که حتی با گذشت چند ماه و آروم شدن این اعتراضات هم هنوز به تعداد اونها افزوده میشه و با حضور شجاعانه این بازیگران در مراسم های عمومی مثل نکوداشت آتیلا پسیانی یا بر سر مزار هنرمندی مثل رضا حداد یا حسام محمودی هر روز خبرهایی هم از احزار و تهدید و فشارهای امنیتی بر اونها منتشر میشه حالا هم که خبر عجیب و غریب حکمی که برای آزاده صمدی صادر شده این فشارها و محدودیتها به حدی شد که حتی کلاه گذاشتن بازیگران زن هم مستاق بیهجابی محسوب میشه کلاهی که در خیلی از فیلمها و سریالها حکم هجاب رو داشت و خیلی از بازیگران پیش از این هم در مراسمهای عمومی و در جشنواره های خارج از کشور از اونها استفاده میکردند حالا اما مستاق بیهجابی محسوب میشه آزاده سمدی از اون دسته از بازیگرانیه که درسته به قول کتایون ریاهی محجبه نبوده و الزامی به هجاب نداشته اما در طی اعتراضات اخیر و مخصوصا در مراسم ختم هنرمندی با یک کلاه حضور پیدا کرد که در بهبهه کشف هجاب ها و اعتراضات بود و مقامات امنیتی روی این مسائل بسیار فکوس کرده بودند و بازیگران و هنرمندان زیادی هم کشف هجاب کردند و از سینما و بازیگری کنار گذاشته شدند خیلی از اونها تهدید شدند تحت فشار قرار گرفتند بازداشت شدند و با قید وسیقه و بعد از هفته ها آزاد شدند حالا آزاده سمدی بازیگر سینمای ایران به دلیل این انتخاب پوشش اختیاری و عدم رعایت هجاب اجباری توسط مراجع غذایی به مدت شش ماه از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سا محروم شده و در ادامه این حکم عجیب و غریب ایشون بر اساس حکم دادگاه باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان آنچه بیماری شخصیت ضد اجتماعی عنوان شده به صورت هر دو هفته یک بار اقدام کنه و گواهی سلامت خودش رو در پایان دوره درمان ارائه بده. خود متهم یعنی آزاده سمدی بازیگر خوب ایرانی هم در دادگاه اظهار داشته بنده همیشه معتقد به قوانین کشورم هستم از این پس هم همیشه نسبت به رعایت هجاب کوشش میکنم بنده سالهاست با کلاه تردد میکنم و در سریال در حال پخش در پلتفرم های خانگی هم کلاه بر سر داشتم که این حکم عجیب و غریب و این جنجال ها در فضای مجازی واکنش های زیادی رو هم در پی داشته مثلا هانیه توسلی با انتشار این عکس از آزاده صمدی نوشته خنده‌دار نیستیم برخوردها از کیت حالا کلاه سر کردن جرم شده البته وقتی بحث کلاهه یادمون باشه بردارها و اختلاسگرها و زمینخارها بدون نیاز به روانشناس آزادانه در حال زندگی هستند در تناقض بین گفتار و کردار حضرات همه نیاز به تراپی داریم میان این همه بیعدالتی و ظلم روح و روان کی سالم میمونه؟ ترانه علی دوستی هم نوشت اگه کلاه گذاشتن و گردن بیرون بیماری ضد اجتماعیه چرا پس شهرزاد رو نگاه میکردید؟ در استوری دیگه ای هم با انتشار این حکم داد سرای تهران نوشت دکتر هم که هستی آقای قاضی احسان کرمی هم نوشت تلاش آدم ها برای اینکه شبیه خودشون باشن اون هم در جامعه بیمار ساخته شما از سلامت روانشونه روان پریشتر و بیمارتر از صدر تا زیل حکومت جانی شما در جهان نداریم آزاده سمدی بازیگر خوب سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی که متولد دیماه 1357 در شهر لاهیجانه فارغ و تحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه سوره است که اهل نقاشی و عکاسی و متفاوت بودنه و تجربه یک ازدواج ناموفق هم با یک فرد مشهور در سینمای ایران داره آزاده تا پایان مقطع پیش دانشگاهی و گرفتن دیپلم در شهر لاهیجان بود تا اینکه برای دانشگاه و کلاس‌های کنکور به شهر تهران اومدن. از سال 1379 زمانی که وارد دانشگاه سوره شد از دستیاری تئاتر شروع کرد بعد از اون دوره بازیگری رو توی مؤسسه کارنامه زیر نظر اساتید بزرگی مثل پرویز پرستویی و خانم نصیرپور و آقای حبیب رضایی و پارسا پیروزفر و اساتید بزرگ دیگه ای گذارون. سال 85 با سریال راه بی پایان به کارگردانی همایون از ادیان جلوی دوربین رفت. بعد از اون هم توی چند فیلم کوتاه به کارگردانی هومن سیدی به نامهای 35 متری سطح آب و دندان آبی بازی کرد. سینما رو هم از سال 1389 وقتی که 32 سالش بود با فیلم آفریقا به کارگردانی هومن سیدی در کنار چهرههایی مثل شهاب حسینی، جواد عزتی و مینا ساداتی تجربه کرد. آزاده سمدی اولین بار توی کلاس های بازیگری مؤسسه کارنامه با هومن سیدی آشنا شد و در سال 85 زمانی که هیچ کدوم از اونها معروف و مشهور نبودن ازدواج کردند. این زوج اما بعد از هفت سال زندگی مشترک و همکاری در کارهای هنری بسیار زیادی از همدیگه جدا شدند. خودش در مورد اوقات فراغتش گفته بیشتر موسیقی گوش میدم و فیلم میبینم سعی میکنم فیلم های کلاسیک ببینم و بعضی از اونها رو حتی چند بار میبینم خودش در مورد دوران کودکیش گفته ما در لاهیجان بودیم و زمان جنگ بود و به دلیل بمباران همش خونمون مهمون میومد ما که بچه بودیم و از چی خبر نداشتیم ولی من همش خوشحال بودم چون طولانی مدت خونمون مهمون بود و چون تو مدرسهمون هم همش همشاگردی های جدید از کرمانشاه و شهرهای مرزی و شهرهای جنوبی میومدن خیلی اون زمان رو دوست داشتم و از دوران بچگیم همه خاطراتم هم این چیزاست من در مورد بازیگری زیاد اطلاعاتی نداشتم و علاقه ای هم نداشتم. بیشتر علاقم به قصه نویسی و قصه خوندن بود. درسته که سینما رفته بودیم و خوشبختانه اون زمان کارهای کودک بسیار قوی بودن. اما تئاتر ندیده بودم. به بازیگری فکر نمی کردم. اما کتاب خوندن و قصه تعریف کردن جزو کارهایی بود که هر روز توی زندگی ما انجام می شد. مامانم کتاب داستان می خرید و هر شب برامون می خوند و مادربزرگ بزرگ قصه گویی هم داشتم که قصه های عجیب و قدیمی رو و تعریف میکرد و هیچ وقت قصه هاش تکراری نبودن. من همش تو دلم میگفتم مامان بزرگم این همه قصه از کجا بلده. اون قصه ها توی کودکی ها و اون تخیلات شاید باعث شده بود که من به سمت دنیای بازیگری برم یه زمانی بود که بین کارگردانی و بازیگری گیر کرده بودم. علاقه خیلی زیادی هم به کارگردانی داشتم. خلاصه با مشورت با یک دوست هنرمندی به کلاس‌های کارنامه رفتم. زیر نظر اساتید بزرگی اونجا آموزش دیدم و خیلی چیزها یاد گرفتم. فقط بازیگری نبود، زندگی یاد گرفتم اونجا. کارهای اولم هم همه نقش‌های خیلی خیلی کوتاهی بود. من و هومن کارهای اولمون با هم بود و هر دو در حال تجربه کردن بودیم همه چیز با همفکری فکری و تعامل جلو میرفت و فضای بسیار خوبی برای شروع مسیر حرفه‌ای بود با اینکه نقشم در پنجاه کیلو آلبالو رو بسیار دوست داشتم و بعد از اون هم چند کار تنز و کمدی بازی کردم اما احساس کردم که دارم توی کارهای کمدی گیر میفتم مثل باتلاق شده بود انگار دیگه نمیتونستم به کارهای جدی فکر کنم و مدلها و ژانرهای دیگر رو تجربه کنم و دوست نداشتم که صرفا توی ژانر کمدی بمونم بعد از اون هم دنیایی از پیشنهادات کارهای کمدی به سمتم روانه شد اما دیگه نخواستم ادامه بدم و نتیجه گرفتم که دیگه بس دیگه کمدی بازی نکنم و بیشتر به سمت کارهای جدی رفتم اما انگار در بین مردم ما کارهای کمدی بیشتر دیده میشه و مردم من رو با همون چندتا نقش کمدی به یاد میارن ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید